اعمال فصل 23. پولس با دقت به اعضای شورا نگاه کرد و گفت: ای برادران، من تا به امروز در حضور خدا با وجدان پاک زندگی کردم. در این هنگام هنانیا کاهن اعظم به کسانی که در کنار پولس ایستاده بودند امر کرد که به دهانش مشت بزنند. پولس به او گفت: ای دیوار سفید شده، خدا تو را خواهد زد. تو آنجا نشسته ای که مطابق شریعت در مورد من قضاوت نمایی و حالا برخلاف آن امر می کنی که مرا بزنند. حاضران گفتند: با کاهن اعظم خدا اهانت می کنی؟ پولس گفت: ای برادران، من نمی دانستم که او کاهن اعظم است. می دانم که تورات می فرماید: به پیشوای قوم خود ناسزا نگو. وقتی پولس فهمید که بعضی از آنها صدوقی و بعضی فریسی هستند، با صدای بلند گفت: ای برادران، من فریسی و فریسی زادم و برا به خاطر ایمان و امید بر رستاخیز مردگان در اینجا محاکمه می کنند. با این سخن میان فریسیان و صدوقیان اختلاف افتاد و مردم به دو دسته تقسیم شدند. صدوقیان منکر روز قیامت و وجود فرشته یا روح هستند، ولی فریسیان با وجود اینها عقیده دارند. سر و صدای زیادی در مجلس بلند شد و چند نفر از ملایان فرقه فریسی برخواسته گفتند: ما در این مرد هیچ تقصیری نمی بینیم. از کجا معلوم است که روح یا فرشته با او سخن نگفته باشد؟ اختلاف زیادتر شد و قماندان از ترس اینکه مبادا پولس را تکه تکه کنند، فرمان داد عساکر به مجلس داخل شوند و پولس را از میان جمعیت خارج ساخته به قشله ببرند. در شب همان روز خداوند به پولس ظاهر شد و فرمود: دل قوی دار، چون همان طور که در اورشلیم در باره من شهادت دادی، در روم نیست باید چنان کنی. وقتی روز شد، بعضی از یهودیان دور هم جمع شدند و سوگند یاد کردند که تا پولس را نکشند به هیچ خوردنی و یا نوشیدنی لب نزنند. در این دسیسه بیش از 40 نفر شرکت داشتند. آنان پیش سران کاهنان و کلانها رفتند و گفتند: ما سوگند خوردیم تا پولس را نکشیم لب به غذا نزنیم. بنابراین شما و اعضای شورا به بهانه این که می خواهید در سوابق پولس تحقیقات بیشتری نمایید، از قماندان تقاضا کنید او را فردا پیش شما بیاورد. ما ترتیب دادیم که او را پیش از این که به اینجا برسد بکشیم. اما خواهرزاده پولس از این دسیسه با خبر شد و به قشله رفت و پولس را خبر داد. پولس یکی از صاحب منصبان را صدا زده گفت: این جوان را پیش قماندان ببر، می خواهد موضوعی را به عرض او برساند. صاحب منصب او را پیش قماندان برد و با او گفت: پولس زندانی به دنبال من فرستاد و تقاضا کرد که این جوان را پیش شما بیارم. او می خواهد موضوعی را به عرض برساند. قماندان دست او را گرفته به کنار کشید و محرمانه از او پرسید: چی می خواهی بگویی؟ او گفت: یهودیان نقشه کشیدند که از شما تقاضا نمایند پولس را فردا به شورا ببرید. بهانه آنان این است که می خواهند در مورد او اطلاعات دقیق تر به دست آورند. به حرفهای آنان توجه نکنید، زیرا بیش از 40 نفر از ایشان در کمین او نشسته اند و قسم خورده اند که تا او را نکشند چیز نخورند و ننوشند. آنان اکنون حاضر و آماده هستند و فقط در انتظار موافقت شما می باشند. با این ترتیب قماندان آن جوان را رخصت کرد و با او اخطار نمود که نباید از اطلاعاتی که در اختیار او گذاشته است احدی با خبر شود. سپس قماندان دو نفر صاحب منصب را صدا زد و با آنها گفت: 200 عسکر پیاده و 70 سوار نظام و 200 نیزه‌دار آماده کنید تا امشب ساعت 9 به قیصریه بروند و چند دست برای پولس حاضر کنید تا به این وسیله او را سالم به فلکس والی تحویل دهید. او نامه هم به این مضمون نوشت: کلودیوس لیسیاس به جناب والی فلکس سلام می رساند. این مرد را یهودیان گرفتن و قصد داشتن او را بکشن، اما وقتی فهمیدم که او یک نفر رومی است، من با ساکر خود به آنجا رفته او را از چنگ ایشان بیرون آوردم و از آنجا که می خواستم علت تهمت او را بفهمم، او را به شورای ایشان بردم. اما متوجه شدم که موضوع مربوط به اختلاف عقیده آنها در خصوص شریعت خودشان است
و او کاری که مستوجب اعدام یا حبس باشد نکرده است. پس وقتی فهمیدم که آنها میخواهند نسبت به جان او سوء قصد کنند، فوراً او را پیش شما فرستادم و به مدعیان او نیز امر کردم که دعوای خود را در پیشگاه شما به عرض برسانند. عساکر مطابق اوامری که گرفته بودند، پولس را تحویل گرفته و او را شبانه به آنتیپاتریس رسانیدند. فردای آن روز همه به جز سوارانی که پولس را تا به مقصد همراهی می کردند به قشله برگشتند. سواران به وقت رسیدن به قیصریه نامه مذکور را به والی تقدیم نموده و پولس را به او تحویل دادند. والی وقت نامه را خوان از پولس پرسید که اهل کدام ولایت است و چون فهمید که اهل قلیقیه است به او گفت: وقتی مدعیان تو برسند به دفاع تو گوش خواهم داد. و فرمان داد او را در قصر هیرودیس تحت نظر نگاه دارند.